تا حالا رازای زیادی از انیمیشن و فیلم و کارتونا رو براتون روی کردیم. رازایی که باهاش پشماتون ریخته. با بعضیاشون هم خاطرات کودکیتون نابود شده یا اطلاعات جدیدی بهتون اضافه شده. اما تا حالا متوجه این شده بودید که این اسباب‌بازی‌ها ذاتشون شیطانیه؟ آیا میدونستین توی داستان اسباب‌بازی‌ها یکی از جنایت‌های این یارو رو شبیه‌سازی کردن؟ حالا یه بار دیگه ممت تو استودیوز اومده و قراره تر بزنه تو خاطرات بچگیتون و رازا و تئوری‌های شیطانی و عجیب رو از داستان اسباب‌بازی‌ها بگه که پشم به تنتون نمونه. خب دیگه جمله طلاییو میگم بریم سراغ ویدیو. ادیتور بنواز. من میخوام مست میرم، من الان اردبیلم. آقا بعد بخیر باشه دور تیم ما. آقا این جیرجیروه رو یادتونه دیگه، همون پنگوئنه که تو داستان اسباب بازی های دو چون خراب شده بود مامان اندی میخواست بفروشتش و توی حراجیشون بذاره و کلا بده بره. حالا یه تئوری وجود داره در مورد این پنگوئن که میگه اصلا عروسک خوبی نبوده و نقشه های شومی تو سرش بوده و باعث میشده که این یارو مرغی یه دودیو بدوزه ببره که دوزید برد دیگه. همونطوری که توی خود انیمیشن هم نشون داده میشه، عروسکا وقتی اون پنگوئنه رو مامان اندی میبره میگن که این عروسک مورد علاقه اندی بوده و چون خراب شده اندی گذاشته بودتشون بالای قفسه که مثلا بعدا تعمیرش کنه. حالا همین باعث میشه که این جیرجیرو فکر کنه که دور انداخته شده و به وودی و باز و بقیه عروسک‌ها حسودی میکنه و فشار میخوره و به فکر نقشه انتقام میفته که ازشون انتقام بگیره و دیگه مثلا دیگه اندی اینا رو از دست بده و کلا فقط با این بازی کنه و عروسک مورد علاقه اندی خودش بشه. آقا یعنی چی؟ خب من این پنگوئن رو دوست داشتم، شما چرا اینجوری میکنید با خاطرات من؟ اینجوری برام الان براتون تلافی میکنم. ببینید اینایی که توی کارتون بچه‌های چیزایو مخفی میکنن که بعدن وقتی بزرگ شدن چیزاییو بفهمن که کثافت بخوره به تک تک لحظات زندگیشون، خودشون جنایتکارن. حالا شما اینو در نظر بگیر که یک جنایتکار واقعی یکی از بزرگترین حرکات جنایتکارانه کل تاریخو انجام داده و تو انقدر بیشعور باشی که اون کارو بیای تو انیمیشنت بازسازی کنی. بله این اوج بی‌ناموسیه و در داستان اسباب بازی‌ها اتفاق افتاده. کجا؟ نسخه سوم داستان اسباب بازی‌ها، اون آخرش که تمام لحظه‌ها رو یادمونه دیگه. این اسباب بازی‌ها رفته بودن تو بخش سوزوندن آشغالا گیر کرده بودن و ما هی فشار می‌خوردیم، این نظر می‌کردیم خدایا اینو نجات پیدا کنن. پیکسار بی‌شرف فاقد ناموس اومده بود چیکار کرده بود؟ اومده بود با این حرکتش یه رفرنس بزنه به فیلم پیانیست و اون جنایتی که این فرد سیبیل مربعی که شیتلر نمیتونیم اسمش رو ببریم یوتیوب درآمدزاییمون رو میبنده با یهودیا انجام داده بود و اون بندگان خدا رو زنده زنده تو مواد مذاب میسوزون که تجزیه بشن و تجزیهشون هم صابون. آقا اصلا بگذریم اینا مهم نیستش. خلاصه اومدن توی داستان اسباب بازیای 3 اون جنایتی که در حق دوستان یهودی شده رو دوباره زنده کنن تا فراموش نشه. آقا تو ریدی به کل زندگی و خاطرات ما، کل مغز ما رو با توالت اشتباه گرفتی، چه وضعش آخه؟ حالا ما هر کاری بکنیم این چیزا خاطرات کودکیمون فراموش نمیشه. ما تک تک صحنه های این انیمیشن خاطره داشتیم، همشون رو به گند کشیدن. پیکسار گاف. این پسر روانپریش سادیسمی مریضه بود. سیده سید کیاره همون که عقده‌ای بود کلا به عروسک تجاوز میکرد. مثل این که باباش هم به این یه چیزی فرو میکرد، یعنی نمیدونم حقیقتا کلا همه جور رو اعصاب بود دیگه. دعا میکردیم و شب با منو باباش خواب میموندن. این واقعا عقده کم بوده توجه و محبت داشت، کلا خانوادهش تو دیوار بودن. باباش فشار میخورد اینو کتکش میزد، خانوادهش هم اصلا بهش اهمیت نمیدادن. نویسنده میخواد یه ده بار دیگه بگو حالا. اینم با آزار و اذیت میخواسته مثلا جلب توجه کنه، مرتی که بی‌ناموس. حالا اون صحنه بود که نشون میداد باز داره تبلیغ خوش رو میبینه تو تلویزیون که آخرش میگه این اسباب‌بازی نمیتونه پرواز کنه و اینا، و از افسردگی بعد از زایمان اینا میگیرن. دقیقاً این صحنه نه، اما تو اتاق یک همون ورترش اونجا روی زمین قوطه نوشابه است. بابای سیدم چپ کرده. اینام برای این اسلامی نشونش بدن و مثلا بد نباشه واسه بچه‌ها که بابای این پدرسک به خاطر زهرماری چپ شده، نوشابه گذاشتن. نوشابه ضرر داره، پس آب می‌خوریم. همین همه چی رو ثابت می‌کنه که این بچه بدبخت تحت تاثیر خانواده‌اش این گوا می‌خوره. راستش دلم به حالش سوخت. ولی خب تخم. با سلام به تمامی بینندگان دارم زب می‌کنم آهنگ نذار. با سلام به تمامی بینندگان عزیز، بنده فرمان سیاه. اسم منو دیگه فارسی نکنی، من کلی رفتم ثبت احوال اسمم عوض کردم فرمان سیاه، دیگه بار صدا نکنن زایی شدیم. اسم گذاشتیم ابهت داشته باشیم. نویسنده گاو، چرا آهنگ منو قطع کردی؟ آهنگ منو بذار. بعد از ساعتی اندیشیدن و بررسی مجدد بحث با محفل فرم دیگه سیاهیان، متوجه شدیم که در تصویر متحرک ماجرای آلات سرگرم کننده 3، منظورم داستان اسباب بازی 3، اون آلاتو نمیگم دوستان بیشعور منحرف، منظورم اسباب بازیه، معنیش میشه داستان اسباب بازی‌ها. خلاصه ایلومیناتی به صورت خیلی نامحسوس و محسوس به این برنامه
نفوذ کرده. دکم قسم خودشون در مورد ایلومیناتی گفتن دیگه، از خودم که من در نمیارم. تا بال شده من بدون مدرک حرف بزنم، مدرک این قسمت هم قسمت سوم این انیمیشنه. یه صحنه‌اش هست که اون باربی مرده که اسمش هم کنه و خیلی ناز شدنیه، میگه که این عروسک خرسه اینا رو مثل یه هرم کنار هم درآورده و خودش هم رقص هرمه. حالا هرم یعنی چی؟ یعنی ایلومیناتی. حالا ایلومیناتی هم یعنی اون چشم بالای ایلومیناتی و خلاصه اینا همشون با هم ایلومیناتی ان و خودش هم داره رسما. آقا چرا صدا منو کم میکنی؟ زیاد کن. آقا برید ببینید این صحنه رو، من اصلا هیچی نمیگم. ادیتور اینو یه بار پخشش کن، صدای منم کم نکن. دفعه بعد صدا منو کم کنی از حقوقت کم میکنم. آقا این نویسنده شلمخت چرت گفته، اصلا یه همچین سکانسی وجود نداره. ایش برو ادامه ویدیو تو ببین. آقا این تو بچگی واسه من سوال بوده که چرا اندی بزرگ و بزرگتر میشد اما عروسکا همینطوری بودن. جسی و وودی و اون شوتره یا همون اسبه مال دهه 50 بودن و عروسکای کمیابی بودن کلا. درسته که اندی سالم نگهش نمی‌داشت و باهاشون خوب رفتار میکرد، اما طی این همه سال اینا حتی یه ذره هم کهنه نمیشدن. تا اینکه نشستم فکر کردم و یه فرضیه‌ای زد به ذهنم که ترسناک اومدش. ادیتور یه موزیک دارک پلی کن. اسباب‌بازی ها مثل خون شما، دلیل اینکه زندگی جاودانه دارن شادی بچه هاست. عروسک ها از شادی بچه ها تغذیه میکنن و هر چقدر که اونا رشد میکنن، میزان مصرف شادی عروسک ها از قربانیان خود بیشتر میشه، تا اینکه نسل به نسل به هم انتقال داده میشن و اینطوری زندگی جاودانه دارن و تنها راه نابودیشون همینه که خراب بشن. حالا دوست دختر بودیو که یادتونه، همون خانومه که صاحب گوسفندا بود، دقیقاً انقدر از شادی مولی خواهر اندی تغذیه کردش تا مولی متوجه شد، واسه همین از شهرش خلاص شد. سلام عزیزم، حالا که از اول خاطراتت خراب شده بذار منم تکمیلش کنم و کلاً ایریده بشه به خاطراتت. این گافترونه وودی بود، خواستم اطلاع بدم که اصلا اون چیزی که فکرشو میکنی نیست و قرار نبود به این خوبی که شما دیدینش باشه. در اصل نویسنده و وودی رو یه دونه از این عروسک‌ها در نظر گرفته بودن که همه اجزاش با نخوش تو هیچ تکون تکون میخوره، دقیقاً مثل عروسک برنامه تلویزیونیش که توی داستان اسباب بازی دو دیدیم. حالا موضوع اصلی اینه که وودی قرار بود کلاً شخصیت منفی و شیطانی داستان نسخه اول باشه و بقیه اسباب بازی ها با هم متحد بشن و بزنن نابودش کنن. اما از اونجایی که ترسیدن که بچه ها ژله کنن و انیمیشنشون نفروشه و سود نکنه، واسه همین کلن این قضیه و ایده منتفی شد و وودی شد همین بچه تر و تمیزی که هممون دوستش داریم و میخوایمش. هلو. خب قشنگ قهوه‌ای کردیم خاطراتتون و خودم هم پشمام ریخت. یه سری تئوریاش انقدر پشمیزون بود خودم هم نشیده بودم و بعد از دیدن این فر خوردم. کلن درباره این انیمیشن ها راز و فکت هیچ وقت تموم نمیشه، یک سری ضربات دیگه هم مونده که در ویدیوهای بعدی میذاریم، اونجا هم دیگه به هر حال تکراری نشیم دیگه، چند وقت یک بار یک سری چیزایی میدیم که کل خاطرات بچگی تو نابود شه. اما یه فکت خیلی نرم بهتون بگم دیگه، اینم چیز دارک شنیدین؟ یه خانومی بود داخل این انیمیشن اسم خانم بو پیپ که همون چوپونه بود که وودی روش کراش داشت. از اول انیمیشن قرار نبود اون بیاد، قرار بود به جای اون باربی رو بذارن، ولی دیدن که زیاد وودی تمش به باربی نمیخوره، باربی خیلی گوگلی مگولیه، این وودی گاوچرون گاوه، و اومدن عوضش کردن و خدا رو شکر چیز جالبی هم شد. اما وقتی قسمت اول در اومد کلا رفتن پیکسار رو سوراخ کردن، گفتن که آقا باربی ها بیار، باربی ها بیار، و یه پول گنده ای هم داد پیکسار و رفت باربی رو گرفت و آورد داخل انیمیشنش. من ولی واقعا درک نمیکنم، اول می آوردینش خوب بود، نویسنده های پیکسار چه مشکلی با باربی داشتن که نیاوردنش؟ به من چرا ما با در ممنتو در باربی حرف بزنیم؟ نویسنده بشو من توضیح بدی. یه تئوری دیگه هم هست که این تقریبا اثبات شده، توی یه سکانسی از داستان اسباب بازی های سه ما یه فردی رو میبینیم که داره آشغالا رو جمع میکنه و میگرده، گفته میشه که این همون کاراکتر بد منفی داستان اسباب بازی های یکه، اون بچه بود که اسباب بازی ها رو اذیت میکرد، شکنجهشون میداد. اسمش چی بود؟ اسمش سید بود. نه این سید نبود. حالا چرا من دارم روی این تیپ؟ بگذاریم، اون بودش و میگن که حالا رفته وقتی که اون چیز ترسناکو دیده که اسباب بازی ها زنده شدن، متحول شده و کلن پشیمون شده از کرده‌هاش و رفته دیگه اسباب بازی ها رو نجات میده، که البته زهر میزنن، مثل سگ ترسیده بدبخت شده و بی پولی داره آشغالا رو میگرده غذا بخوره. این هم ریده شد تو خاطر. من میرم، عشق من این اسکلت میاد، شو بخیر. من جلی پرسشگر هستم و امروز اومدم با یه سوال شما رو به شدت گوشپیچ کنم. اولین انسانی که گاو رو دوشید دقیقا چه هدفی داشت؟ تو یه روز دیگه و یه سوال دیگه خدا بی.